خب ما لایف هستیم. سلام عرض میکنم به همه دوستایی که دارن ما رو الان میبینن، چه الان میبینین چه بعدن. من الی هستم، از استرالیا با اتون صحبت میکنم. امشب یه مهمون خیلی ویژه دارم از اون سر دنیا. آقا محسن صحبت کنیم، یه معرفی در مورد خودتون میکنیم. خیلی ممنون که تشریف بردیم به لایف ما امشب. یه توضیح اگه میشه در مورد خودتون بدیم ممنون میشم. خیلی ممنون اول از شما که دعوت کردین. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان، همچنین شما. مرسی. عرض کنم که محسن هستم، هلند زندگی میکنیم. دقیقا اون سر دنیا. آره دی میشه اون سر استرالیا، هلند میشه واقعا اون سر دنیا. فکر کنم 20 ساعت تو اون سر کره زمین. آره ما هلند زندگی میکنیم، حدود 20 و چند ساله که من هلند زندگی میکنم. و آره آره طولانی. شما تازه رفتین استرالیا یا شما چند وقت استرالیایی؟ ما 12 ساله استرالیا. اونم یه مدت طولانی البته به نسبت خیلی. خب پس آره من با خانومم، دو تا بچه هام، بچه ها دخترم 6 سالشه، پسرم هم 2.5 سالشه. چه جالب، ما چقدر شبیه همین. دقیقا بچه های من همین سنی، یعنی دقیقا همین سنی. هفته دیگه تولد میشه و پسرم 2 ساله و خورده ای. اسمشون هم شبیه احتمالاً یا نه؟ اسمشون لارا دخترم هست و لیان پسرم. آه مال ما افلین و آروین. چه خوشم. رشته تحصیلیتون چیه؟ بک‌گراندتون چیه؟ توضیح در مورد کارتون به ما بدین. من خیلی سریع بگم، من ایران که بودم رشته تحصیلی مهندسی برق بود، ولی هیچ وقت کار نکردم. چون خوشم نمیاد واقعیتش، ولی خب چون دانشگاه ایران میدونی چه جوریه دیگه، باید هر چی قبول شدی بری، ولی لعنت دست میره. همیشه تو رشته کامپیوتر کار میکردم، توی دبیرستانا و آموزشگاه های مختلف آموزش کامپیوتر میدادم. برای خودم هم شرکت کامپیوتری داشتم که کارهای سخت افزاری، نرم افزاری دیگه تو ایران انجام میدادم. ولی بعد اینکه اومدم هلند، چون موقعیتش بود اینجا میتونی راحت ثبت نام کنی، اگه علاقه مند باشی میتونی ثبت نام کنی توی دانشگاه و بری رشته‌ای که دوست داری رو بخونی. اون بالا بودم وقتی اومدم اینجا، ولی خب به هر حال این تصمیم رو گرفتم و رفتم اینجا رشته کامپیوتر. اون چیزی که دوست داشتم نرم افزار برنامه نویسی خوندم. سخت بود ولی خوب بود، بالاخره خیلی به درد میخورد اون دوران. نه زیاد زبان بلد بودم، نه زیاد میدونی همه چی برام یه چالش بود. ولی خب رفتم تو دل این کارو، گفتم باید از توش چیزی در بیارم، که شد. و از اون به بعد تو شرکت های کامپیوتری مشغول کار، و الان نزدیک 2 ساله که توی یک ارگان دولتی در واقع به عنوان مدیر فنی یه بخش مشغول کار هستم. چه جالب. خب منم بک‌گراندم برق هست، ولی خب من همچنان تو ایران برق کار کردم، اینجا اومدم همون کارم رو انجام دادم. شوهرم هم مهندس برق هست، ما کلن اصلا خانوادگی برقی هستیم. چه جالب. اون دانشگاه بودین؟ الان فکرم دانشگاه من بگی در میاد ایران. آره من دانشگاه آزاد تهران میخوندم. آها من دانشگاه گیلان بودیم، ما گیلان شهرستان بودیم. آره ولی خب چه با منزه. خب شما اوضاع مهندسی چطوره توی اروپا؟ اوضاع مهندسی کلن نمیدونم چجوریه، ولی رشته ما مهندسی که میگی خیلی شاخه‌های مختلف هست دیگه. مهندسی هست، معماری هست، اینا من فکر نمی کنم زیاد اوضاع کاریشون خیلی خوب باشه. ولی رشته شما برق، رشته که من خودم مخصوصا کامپیوتر، همیشه کار هست. ببین حتی اوج کرونا که همه کارا تعطیل شده بودن، به هر حال اوضاع به هم ریخته بود، ما کارمون دوبله شده بود. ولی خب شرایطی که توی این کشورها گذاشتن، حتما استرالیا اینطوریه که شرکت‌های تعطیل اعلام کردن، ولی به ما گفتن که آخه تعطیل باشیم که ما این همه کار ریخته سرمون دیگه، آوردیم سیستما رو تو خونه شروع کردیم از تو خونه کار کردن. خب همه ارتباط جمعی هم که هست به همین شکلی که الان من و شما در ارتباطیم، خب معلومه شرکت‌های کامپیوتری بیشتر و بهترش دارن و ما به این شکل با هم در ارتباط بودیم، ولی از تو خونه کار میکردیم. که هنوز هم که هنوزه، الان کرونا رفع شده، همه جا باز شده، همه میرن سر کار، ولی ما همچنان از تو خونه کار میکنیم. چرا؟ چون
دیدیم خیلی خوب پیش میره، این چیزی که تصورش نمی کردیم دیدیم چقدر خوب و عالی داره پیش میره. بنابراین این تصمیم بر این شد که همیشه تو خونه کار کنیم، فقط هفته یک بار میریم دور هم که لاقل فیزیکی همون یه دیده باشیم. همکاری جدید میان میرن، خب نبینیشون اصلا یعنی چی؟ یه جوریه. هفته یه با چهارشنبه ها میریم دور هم جمع میشیم. آها خب خوبه، ما اینجا حداقل سه روز هفته رو میریم سر کار، ولی خب کلا بالاخره ما هم دوران کرونا رو گذروندیم و دیگه الان دنیا عادی شده. حالا شما بگید که چی شد که وارد این آنلاین بیزینس شدین؟ یه خود در موردمون بگین دلیلتون چی بود، به چه در واقع انگیزه داستانتون چی بود، یه توضیحی بدین که جالبه برام بدونم. تازه الان شد اون چیزی که میخواییم صحبت کنیم. بله خب سوال خیلی خوبیه، چرا رفتی توی این کار؟ خب من فکر کنم همه اینطوری هم، فقط من و شما نیستیم، همه دنبال بالاخره یه پلان بی هستن که تو زندگیشون داشته باشن، که مثلا فرقی هم نمی کنه حقوق چقدر، کارت چیه ها، دوست داری بالاخره در کنارش همیشه یه دونه به قول معروف در کنار داشته باشی. خب ببین من همیشه اینطوری میگم، باید ببینیم شرایط ورود به این بیزینس چی بوده که من تونستم واردش بشم. خب سه تا شرط داره هر بیزینسی، به نظر من سه تا شرط داره. سرمایه گذاری میخواد، وقت باید روش بذاری و یه مهارتی باید داشته باشی. خب توی این بیزینس خوشبختانه مهارتش با خودشه، یعنی لازم نیست هیچی با خودت بیاری، همون وقت رو بذاری سرمایه گذاری کنی. دو سه ماه اول، حالا نمیدونم برای شما چقدر طول کشید، دوستان من میشنم بعضی ما میگن که مثلا دو ماه ما مشغول آموزش اولیه بودیم، واسه من خیلی سریع‌تر پیش رفت، بالاخره دستم به کامپیوتر و به قول معروف دستمون تو گله. و در کل میخوام بگم که کسانی که با کامپیوتر آشنا نیستن هم خیلی ساده و راحت این آموزش ها رو میتونن بگذرونن و وارد بشن. حالا برگردم به سوال شما که چرا این، خب من دیدم این بیزینس این شرایطش کاملا به من میخوره. خب یه مقدار سرمایه گذاری میخواد، هر کاری شما بخوای شروع کنی، هر بیزینسی بخوای شروع کنی باید سرمایه گذاری کنی، اینم اینه اونه. وقتم باید بذاری. تازه بیزینس های آفلاین باید واقعا از اون کار اصلیت واقعا باید بیای بیرون تا بتونی یه کار بیزینس، ولی تو اینجا نیازی نیست کار اصلی تو بذاری کنار، اون سر جاشه این سر جاشه، شما فقط باید زمان مدیریت کنی. خب اونایی که مثل من از تو خونه کار میکنم مدیریت زمان براشون خیلی ساده تره، شما هر لحظه و هر دقیقه، چون کار خودم هم با کامپیوتره، این بیزینس هم با کامپیوتره، من با این جفتشو میتونم کنار هم بذارن و بذارم و روی این وقت بذارم رو وقت بذارم. این خیلی ساده تره برای کسایی که همکار من هستن از خونه کار میکنن، برای کسانی که نه شغلای دیگه دارن بعد برن سر کار برگردن هم قابل اجراست. چرا؟ چون شما بالاخره یه مدت زمان مشخصی میری سر کار، 8 ساعت 9 ساعت با سفری که میری میای، بالاخره یکی دو ساعتی در روز داری که یکی جای متفرقه میذاری، مثل همین سوشال میدیا که میری روش مثلا ساعت ها باش مشغولی. خب همون کارو ما هم انجام میدیم، ولی هدفمند. وقتی که هدفمند شد در واقع شما میتونید درآمدزایی کنی از این راه. اصلا آدم همیشه، یعنی من خودم مثلا خیلی سرم همیشه شلوغ بود، خب مثلا کار فول تایم و دوتا بچه، خب اگه پارسال به من گفتی تو وقت داری نیم ساعت کار دیگه بکنی، میگفتم نه، چون اینقدر سرم شلوغ بود، میوادم داغون خسته فلان. ولی وقتی که با این بیزینس مواجه شدم، گفتم که خب یه موقعیت آنلاینه که من میتونم در واقع یه مارکتینگ انجام بدم، یه درآمدی کسب کنم. یعنی وقتی یه هدفی پیدا کردم، گفتم خب من الان من همون آدم پارسالم، ولی وقتی که مثلا بچه‌ها میخوابم، من شاید یه چورت کوتاه بزنم، میگم این کار خودم، میام براش وقت میذارم. یعنی من همون زندگی شلوغ قبل دارم، ولی چون یه هدفی دارم میام وقت براش پیدا میکنم. یعنی من مثل شما نمیتونم وسط کارم این کارو بکنم، ولی هر جوری شده این وقت رو پیدا میکنم، برای اینکه میبینم خب مثلا من دارم هفته 50 ساعت برای کارم وقت میذارم، حالا 50 ساعت رو میکنم 52 ساعت، ولی عوضش مثلا سال دیگه این موقع من یه آدم متفاوتیم که واقعا هم تاثیرش دارم میبینم، یعنی خیلی عالیه. حالا این توضیح بدیم ببینیم کار ما دقیقا چیه، ما چی کار میکنیم توی این بیزینس، فروش میکنیم، محصولی میفروشیم، چجوری، یه توضیح بدیم که در واقع کسی که در گوش میدن متوجه بشن که داستان چیه.
ما هیچ چیزی رو هیچ محصولی رو نمیفروشیم. ما به هیچ وجه به هیچ با هیچ شخصی نیازی نیست در ارتباط باشیم که بهش توضیح بدیم که مثلا این وسیله رو بخر، مثلا این وسیله کیفیتش خیلی خوبه، تو رو خدا بیا بخون. اصلا اینجور چیزا ما نداریم. ما فقط آموزش سوشیال میدیا مارکتینگ داریم اینجا. ما دوستان رو دعوت میکنیم که بیان توی بیزینس ما، دو ماه اول آموزش ببینن و کاملا با سوشیال میدیا، که من فکر کنم بیشتر از هفته هم نباشه، ممکنه حالا دو تای دیگه هم باشه ولی خیلی کاربرد عمومی ندارن اونا، ولی سوشیال میدیایی که پلتفرم هایی که عمومی هستن، مخصوصا فیسبوک و اینستا که دیگه رو شاخ همه ایناست، یوتیوب و تیک تاک و نمیدونم پینترست هم هست، من خودم تو پینترست خیلی فعال نیستم. آموزش میدیم که این دوستان با این پلتفرم ها آشنا بشن. حالا ممکن دوستان میگن ما آشناییم، سال هاست آشناییم، ولی شما روی قضیه است در واقع چه اتفاقی اون دل این کار میفته که ازش درآمدزایی میشه. این یه دوره خیلی کوتاهی داره، خیلی کوتاه که بستگی به خود شخص داره که روزی چقدر زمان بذاره که این دوره رو هر چه سریعتر پشت سر بذاره و بیزنسش رو شروع کنه. به وقتی هم که بیزنسش رو شروع میکنه، در واقع این تا نیستش که بگیم تموم شد دیگه حالا شما تنهایی، نه، مادامی که این بیزینس رو دارید انجام میدید یه منتور، یه مربی بالا سر شماست. بالا سر شما نه به عنوان اینکه شما هستن، به عنوان اینکه کمک رسان شما هستن. یعنی هر موقع شما نیاز به کمک داشتین، کافیه فقط دستتون بزنید رو دکمه زنگ و بالاخره یکی هست که بهتون کمک کنه. و جالبش اینه یه تیمی که شما کار خواهی کرد، همزمان این که داری کار خودتو انجام میدی ولی همراه تیم هم میتونی یه محک بزنی، ببینی خودت کجای کاری، چقدر پیش رفتی، کجای کارت مثلا لنگ میزنه، سریع از هم تیمیت بپرسی، از منتورت بپرسی، از مربیت بپرسی. دقیقا همینطور که میفهمید، یعنی ما مستقیم هیچ جنس رو نمیفروشیم، عملا ما آموزش میدیم که چجوری تبلیغات بکنیم روی سوشال میدیا، یا اینکه البته خودمون هم با یه سری شرکت‌های کار می‌کنیم که به صورت مدرن در واقع برای اونا مارکتینگ انجام میدیم. شرکت‌ها خیلی کامیشن‌های بالا میدن، برای همین این بیزینس خب وقتی که بالاخره دستمون راه میفته به درآمدهای خیلی خوبی میرسه و این واقعا عالیه. و بعد یه نکته جالب میخوام بگم، حالا حتما در جریان هستین، یکی از دوستان عزیزی که در واقع تو این بیزینس 3.5 سال بوده همین هفته به بازنشستگی رسید. یعنی یکی از نکات بسیار عالی این بیزینس اینه که شما بین 3 تا 5 سال که کار کنین توش، این شرکت مادر ما حقوق بازنشستگی ثابت میده. این چیزی که اصلا فکرم تو خارج از ایران، من واقعا یعنی اصلا خیلی چیز خیلی غنیمتیه که خب یکی از این خانمهای ایرانی که خیلی توی زمین فعال بودن رسیدم، واقعا خوشحال شدم. واقعا میگم که یه چیزی، یعنی من حاضرم هر چقدر سختی به خودم بدم ولی بعد مثلا 3 سال دیگه من بازنشسته شده باشم در سن 40 خورده ای سال، نه در سن 65 سال، چون تو استرالیا 65 سال به بالا شما میتونید دسترسی به اون پول بازنشستگی داشته باشید و علاوه اونم درآمد ثابت نیست، هر چقدر شما خودتون جمع کردین به عنوان بازنشستگی در طول دوران کارتون. که خب برای ماها که دیر مهاجرت کردیم، من مثلا 30 سالگی اومدم، خب خیلی اون مقدار در واقع چی میگن اون بازنشستگی که ما برای خودمون ایجاد کردیم به اون حد خیلی بالا نمیرسه، ولی با این بیزنس آنلاین واقعا خیلی چیزه، خیلی این امکان خیلی عالی هست که آدم ها میتونن بازنشستگی داشته باشن. بعد در مورد چقدر زمان میذارید؟ اینو به من بگید که حدودا چقدر کار میکنید؟ چجوریه با زندگی و با لایف و با اینکه به بچه هاتون میخواید وقت بذارید؟ چجوری میتونید منیج کنید؟ حالا کسی که مثلا بخواد در طول روز مثل شما کار نکنه، مثلا شب بخواید 2 ساعت، یه چجوریه؟ چقدر زمان میبره؟ اینو توضیح بدید که بعد از اینکه دوره در آموزشمون گذشت چقدر باید زمان بذاریم روی این کار؟ چون خیلی از من میپرسن که مثلا من وقت ندارم چیکار کنم، چجوریه؟ خیلی عالیه، واقعا این سوال خوبیه. ببین واقعا متفاوته، خودت الان خیلی خوب گفتی، بعد دوره آموزش، یعنی برای دوره آموزش یکم باید وقت گذاشت. حالا میگم ممکن شما بگید که آقا من میخوام مثلا 5 ماه تو دوره آموزش باشم، خودت میدونی خب تو دوره آموزش در واقع داری آموزش میبینی، هنوز بیزینس شروع نکردی. شما میتونی روزی مثلا نیم ساعت بذاری تا مثلا چه میدونم 4 ماهه
جمعش کنه آموزش رو. دوره آموزش رو خوب بگذرونی، از توش به قول معروف خوب بیار بیرون، که معمولا همه خوب میان بیرون. در این حالی که داری آموزش رو میدی، همونطور که گفتم مربی داری، منتور داری، کمکت میکنن، خیلی هم راحت پیش میری، اصلا نیاز به اینا هم شاید پیدا نکنی، اصلا خودت میتونی جمع جورش کنی. ولی اینکه چه میذاری، ببین واقعیتش رو میگم اینه دیگه، مگه این صبح تا شب قصدمون نیست؟ آفرین. شما لازم میکنی که من الان میخوام برم رو بیزینس کار کنم، الان بدونم ساعت چنده، نه این همش قصدته. داری با اینستان که اینستا رو باز میکنی چهار تا کار انجام میدی، یعنی داری برای بیزینست کار میکنی، میری تو فیسبوک کارات منیج میکنی، اون چهار تا کاری که باید انجام بدی رو انجام میدی. یا مثلا اگه دوست داری، خب ماها دوست داریم، من خودم دوست دارم و خودم ویدیو بزنم، خب دوستان که تو پیج هستن میبینن که من از خودم ویدیو، همین که اینو برم دارم روشن میکنم، یه لایف میرم، یعنی دارم کار بیزینسی انجام میدم. الان من و شمایی که داریم با هم لایف گذاشتیم، یعنی داریم توضیحات میدیم، کار بیزینسی انجام میدیم. اگه به این شکل بهش نگاه کنی، خب واقعا اصلا محو تو زندگی، اصلا نمیفهمی چقدر وقت گذاشتی و شاید مثلا چه میدونم دو ساعت، یه ساعت و نیم، هر چقدر که در توان خودت. من فکر کنم دوستانی که این کار هستن، یعنی تو کار سوشیال میدیا هستن، وقتی بیان تو تازه میفهمن که بابا چه دنیاییه، اصلا من میخوام 8 ساعت روش وقت بذارم. ماهایی که یه خورده بچه‌هامون کوچیک‌تره، خب یه خورده الان شما مثلا صحبت خیلی خوب کردی، باید محیط آروم باشه، باید بچه‌ها خواب باشن، محیط آروم باشه، شما بتونی کارت انجام بدی. ولی اگه اون کسایی که بچه کوچیک ندارن تو خونه، دیگه اصلا محدودیتی ندارن که هر لحظه و هر زمانی که موبایل دستشون میگیرن اینستا رو باز میکنن، میتونن به کارشون برسن. ولی در نهایت، برای اینکه یه جنبندی برسم تو این صحبتام، اگه روزی 1.5 تا 2 ساعت وقت بذاری، من فکر کنم به نتیجه خیلی خوبی میرسی. دقیقاً درست داره. همین که یعنی ما همین فعالیت‌های روزانه‌ای که قبلا می‌کردیم و الان می‌کنیم، ولی چون یه هدفی پشتش داریم و چون اون ترنینگ‌ها رو دیدیم، می‌دونیم که کجا باید چیکار کنیم و این منتور کوچ کمکمون می‌کنه، یعنی واقعاً با همون 1-2 ساعت می‌تونیم به نتیجه خیلی خوبی برسیم. واقعاً کسایی که مثلا داریم، ما خیلی ها توی در واقع این گروه‌های در آدم‌های مختلفی که حالا می‌بینید از ملیت‌های مختلف، واقعا بعد از مثلا 1 سال که تو این بیزینس هستن، کار اصلیشون رو دیگه ول می‌کنن، چون درآمدی که از این راه به دست میارن واقعا فوق‌العاده است. بیزینس نیست که شما هفته اول به درآمد برسید، یه خودتون می‌کشه، ولی واقعا وقتی که میگم استمرار داشته باشین، واقعا نتایج عالی هست. و خب روشم اینطوریه که می‌خوام یه توضیح کوچولو بدم، اگه کسی علاقه من هست، توی سایت من یا تو سایت شما بعد برید اسم و ایمیلتون رو باید کنید، در واقع رجیستر کنید و ما براتون اطلاعات بیشتر رو ایمیل می‌کنیم. ما یه وبینار رایگان داریم، شما میتونید نگاه کنید، 90 دقیقه هست، اطلاعات خیلی کاملی میده در مورد کل کامیونیتی ما که تو کل دنیا الان 150 هزار نفر آدم هستن که دارن این بیزینس انجام میدن از ملیت‌های مختلف، و شما اطلاعات بیشتری می‌گیرین. حتی اگه خواستین میتونید وارد، ما یه دوره آزمایشی داریم که 1 ماه شما وقت دارید که در واقع اطلاعات بیشتر میگیرید، ویدیوهای بیشتری براتون باز میشه و وقت دارین که بیزنس رو بیشتر مطالعه کنین اگه دلتون خواست در واقع به ما ببندید. ولی من خیلی خوشحال میشم که این ریسک فریه، یعنی همه اطلاعات، همه چی باز هست، شما میتونید بیاین همه استفاده کنین و اگه دلتون خواست به جمع ما بپیوندین، مطمئنم که براتون خوب خواهد بود. مثل اینکه ما میگم از همه جای دنیا آدم‌ها هستن تو این بیزینس، هر در واقع شغلی، هر جور آدمی من دیدم، یعنی از نه سن محدودیت سن داره، نه محدودیت زن و مرد داره، هیچ واقعا محدودیت نداره، خیلی عالی هست. ما تجربه خوبی داشتیم، ممکنه که شما هم تجربه خوبی داشته باشین، دیگه واقعا به خودتون برمیگرده. من همیشه میگم، من این تیمی میگم، ما که کاری که نیستیم، معمارای این بیزینس رو طوری درست کردن که واقعا یعنی هیچ کس رو بدون آگاهی راه نمیدن تو. یعنی منظورم از آگاهی چیه؟ آگاهی کامل به بیزینس، یعنی شما باید بدونی که این بیزینس چی کار میکنه تا واردش بشی. به خاطر همین یه دوره آموزش آزمایشی گذاشتن، دوره آزمایشی 149 دلار کانادا آمریکا میدی، وارد دوره آزمایشی میشی، 30 روز وقت داری، نه اینکه باید تا 30 روز وایسی، یا نه همون روز اول هم ممکنه تو بری همه، چون برات یه سری ویدیوها میفرستن، من دیدم 3 ساعت این ویدیوها، 8-9 تا ویدیوه، یکیش 9 دقیقه است، یکیش 10 دقیقه است، 8 دقیقه است، 1 ساعته، اینا رو میشین نگاه میکنی از اول تا آخر.
بند بند این بیزینس رو توضیح داده، قشنگ میفهمی که چیکار باید بکنی، اصلا کلا داستان چیه اونجا میفهمی، و بعدش شما میتونی بگی آه مثلا اینو من نمیخوام. ولی من خیلی بعید میدونم کسی اینا رو بشنوه و ببینه و بگه نمیخوام. حالا به هر دلیل، بعد گفتی من نمیخوام، اگه گفتی من نمیخوام، به تو این امکانو داده که در واقع انصراف بدی از این کار، همونجا انصراف بدی و وارد نشی سر 49 دلار تو کامل پس بگیری تضمینی و بیزنس رو ترک کنی. ولی همیشه تو ذهنت میمونه که کاش این کارو میکردم. دقیقاً از ذهن آدم خارج نمیشه. آره آره. حالا برای بیزنس اینطوری طراحی کردن که شما اصلا ریسک نمیکنی در واقع. با آگاهی کامل وقتی که پا توی یعنی اون سرمایه‌گذاری اصلی رو میکنین وارد بشین، با آگاهی کامل میایین، نه به گفته من میایین که من برگردم میگم آهای من اینقدر دارم از این بیزینس در میارم، شما بگی او بس منم برم. یعنی تحریک پذیری نداره، خودت میری توی بیزینس نگاه میکنی، اگه انتخابش نکردی خارج میشی، مبلغ 149 دلاری که دادی رو میگیری و میری. ولی اگه انتخاب کنی دیگه واقعا انتخاب در واقع تای دل خودته، با انگیزش. به خاطر همین من با هر کی از همکارا صحبت میکنم که شما چطور شد، همه میبینم با نشاطن، همه میگن خدا شکر که انتخاب کردیم این راهو. میدونی مثل چی میمونه؟ به نظر من مثل دونه های بذر میمونه. شما وقتی که میکاری خب درجا که به شما محصول نمیده، ولی مطمئنن به شما محصول میده آینده. ببین الان شما نداجون رو مثال زدی که رفته بازش 3.5 سال تو این کار وقت گذاشت، تلاش کرد، واقعا تلاش کرد و الان نتیجه رو واقعا گرفته. من بهش از همینجا تبریک میگم و دمش گرم میگم، چون بسیار موفقیه تو این، هم تو شغل اصلیش، اونم شغل مهندسی داره، و هم توی شغلی که در واقع بیزینسی که انتخاب کرد. و البته من ازش شنیدم که نمیخواد کنار بذاره، میخواد ادامه بده، ولی همین الان ماهیانه، یعنی درآمدی که الان اون میگیره یه مهندس نمیگیره توی هلند، مهندس هر شب میگیره توی هلند. نه اصلا خیلی بالاتر از این حرف، خیلی بالاتر از این حرف هست. خیلی خیلی کار در واقع همون که خیلی مثال قشنگی زدیم که یه دونه ای که میکاری خب کم کم بهش آب میدیم، مثل هر بیزینس دیگه. یعنی هیچ بیزینسی شما امروز مغازه باز کنی، امروز رستوران باز کنی، فردا به صورت پر از آدم نیست، طول میکشه، مردم میان. فردا که دو شش ماه آینده ممکن اصلا جواب نده. آره، ولی خب خوبیش اینه که اینجا ما میدونیم که این سیستم، این راه قبلا تست شده، آدم های دیگه دقیقا تو همین مسیر بودن، همین کار رو کردن، همین کار دارن میکنن و واقعا نتیجه گرفتن. و یه چیز یعنی آرامش خیالی با آدم میده که خب ما میدونیم که این راه درسته. و خب خیلی عالیه، من واقعا خیلی خوشحالم، خیلی با آدم های خوبی مثل شما آشنا شدم. واقعا یه موقعیت جالبی، اگه کسی که دوست داشته باشه حتما این کار واقعا من توصیه میکنم که بیاین وارد دوره آزمایشی بشین، ببینین داستان چیه، بیزنس مدل رو ببینین. اگه دلتون خواست همونطور که شما فرمودین با آگاهی میتونین وارد شین، اگر نخواستین که مثلا مورد خاصی نده. شما بخواهی آره من خودم چند تا ریفان کردم، آدم های میاد خب مثلا آره. میگم که الان من نمیتونم، میگم خب باشه خدا، یعنی اصلا واقعا ما سوالی نمیپرسیم، هر جور هرکی هر جور چیزه. ولی واقعا اصلا خیال همه الان، شما الان خیلی خوب گفتی، خیال همه اصلا ما به دنبال کسی نیستیم که بگیم که مثلا حتما آره. ما فقط کارمون همینه که در سوشیال مدیا در واقع بیزینس خودمون رو در واقع شروع کنیم، همین. و کسانی که دوست دارن، تمایل دارن، میان و میبینن. یعنی وقتی که با دیدن وبینار کامل نمیشه اطلاعاتتون، با دیدن وبینار فقط مختصری متوجه میشین که چیکار باید بکنین، ولی زمانی کامل براتون باز میشه که اون 149 دلار رو بدین و وارد دوره آزمایشی بشین. و چرا 149 دلار باید بدین؟ چون اولا کسی که میخواد استارت یه بیزینسی رو بزنه باید یه هزینه ای کنه، باید یه پا پیش بذاره، باید اون انگیزه رو داشته باشه که این کارو بکنه. به خاطر همین همونطور که گفتم معماران این بیزینس اینطوری نشستن طراحی کردن که برای ورود اولیه 149 تا میدین تا بیزینس براتون باز بشه، جزئیات براتون بیاد، بعد اینکه متوجه شدین چیه باز یه تصمیم گیری دارین، میتونین بگین آره، میتونین بگین نه. آره بگین میتونین سرمایه‌گذاری کنین و شروع کنین بیزینس رو، نه بگین 149 تا رو پس بگیرین و دیگه تموم.
آره دیگه، یعنی در واقع بیزنس مدل و تمام اطلاعات کامل و جامعه که با چه شرکت های کار میکنیم، چجوری پول در میاریم، چجوری باید مالیات رو بدیم، همه توضیحاتش رو کامل میدم و حالا بعدش تصمیم آگاهانه میتونیم بگیریم. خب خیلی ممنون، ما همیشه سعی میکنیم لایف هامون کوتاه باشه و همین صحبت ادامه داریم، ما خیلی لذت میبریم از هم صحبتی با شما. خیلی ممنون باهم که دعوت منو قبول کردیم. اگر که حالا امیدوارم بعدا بازم بتونیم هم تو لایف کوتاه با هم بزنیم و صحبت کنیم و از تجربیاتتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم از شما هم که صحبت ما رو گوش کردین، خیلی تشکر میکنم. اگر الان یا بعدا که نگاه کنیم واقعا ممنونم. امیدوارم که روز و شب و زمان خوبی داشته باشیم. مرسی که شما ما رو دعوت کردی، از دوستان خیلی خوبم هم که ما رو به تماشا نشستن و سر خودشون درد آوردن، تشکر میکنم. زنده باشین، شب و روزتون خیلی ممنون، روزتون بخیر.